یکی از مسائلی که ذهن خیلی از شما رو درگیر کرده این استش که چجوری مناظری درونی خودتون رو، گفتگوی درونی خودتون رو، نشخوار ذهنی خودتون رو در هنگام مراقبه متوقف کنید. اصلا متوقف کردن مناظری درونی یعنی چی؟ به چه معناست؟ چگونه است؟ ما هر موقع میخواییم خاموش بکنیم ذهنمون رو، در واقع اولین کاری که انجام میدیم این استش که مناظره درونی خودمون رو سرکوب میکنیم. خود همین سرکوب کردن یک سنویت و دوگانگی است. اینی که من موفق بشم نشخوار ذهنی خودم رو سرکوب بکنم، گفتگوی درونی خودم رو خفه بکنم، یا اینکه موفق نشم مناظره درونی خودم رو آرام بکنم. بین موفق شدن و ناموفق شدن ذهن ما سرگردان میشه. خود همین تلاش سرکوب کردن ذهن یک نبرد بزرگیه که در ما اتفاق میفته. خودش یک جنگ تمام عیاره. به جای اینکه ما بیایم سرکوب بکنیم ذهن خودمون رو و خودمون رو در این نبرد تمام عیار، در این چالش و دوگانگی، دویت قرار بدیم، چرا هیچ وقت از خودمون نمیایم بپرسیم که اصلا ماهیت این ذهن چیه؟ اصل مناظره چیه؟ اصل مناظره درونی یا گفتگوی درونی یا نشخوار ذهنی چیست؟ تحلیلش کنیم. و به نظر من این خیلی بچگانه است که تا حالا به این فکر نیفتادیم. آیا گفتگوی درونی ما یک عادته؟ آیا یک نوع اهمال کاریه؟ آیا در ما به گونه ای احساس آسایش ایجاد میکنه؟ آیا این یک نوع شرطی شدگیه؟ آیا گفتگوی درونی ما حاصل از یک ترسیه که اگه مثلا صحبت نکنیم، درونمون اگر گفتگو نباشه میمیریم، تموم میشیم و همیشه این ذهن من و تو درگیر است بین اینکه بالاخره داستان از چه قراره؟ خب شاید از خودتون بپرسین که اصلا چرا ما باید گفتگوی درونی رو متوقف کنیم؟ اوکی، ولش کنیم به حال خودش، رهاش کنیم، اما دقیقا مثل میمونه که شما یک سره هی قدم بزنید، یک سره هی راه برید، بی مورد راه برید. چقدر از انرژی شما مصرف میشه وقتی ذهن یک سره ورور میکنه، یا به قول معروف یک سره پرحرفی و زیادگویی میکنه؟ وقتی این ذهن ما خسته میشه، وجود ما خسته میشه، پرانای بسیار بالایی رو دریافت میکنه، خیلی خسته میکنه ما رو، انرژی بسیار زیادی مصرف میکنیم و هیچ وقت نمیتونیم تمرکز داشته باشیم روی شناخت من حقیقی خودمون، چون ذهن ما مشغوله، مشغولیت داره. اما تا حالا شده از خودتون بپرسین که اصلا مفهوم مشغولیت چیست؟ شاید به خودمون فکر میکنیم اگر ذهنمون مشغول نباشه میمیره، میترسیم از این که اگر ذهن ما توسط فکری یا خیالی یا گفتگوی اشغال نشه رو به نیستی و تباهیه. ما از خالی بودن ذهنمون میترسیم و این ترسه که به من و تو دیکته میکنه که باید به یه طریقی ذهنمون رو مشغول کنیم. میترسیم، پس برای فرار از ترس گفتگوی درونی را میندازیم، قضاوت را میندازیم، بالا و پایین رو میسنجیم، چپ و راست رو میسنجیم، فرق بین بد و خوب رو فلسفه بافی میکنیم، وراجه میکنیم. در واقع ذهن مشغول ما یک ذهن وراجه، و یک ذهن وراج، یک ذهن برانگیخته بیش از حد، یک ذهن ناهنجاره و به درد نمیخوره. اصلا گیرم که شما مثلا غرق گفتن نام یکی از خدایان باشید یا یک ذکر رو پشت سر هم بگید. اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، روی یک مسئله، روی یک طرز تفکر، یک ایدئولوژی فقط ما تمرکز بکنیم برای اینکه ذهنمون آروم بشه، اینم یک راهه. اما
آیا واقعا مشغول کردن ذهن به یک مسئله خاص خودش یک اشتغال نیست دوباره مجدد داخل یک چرخه ناقص دوباره نیفتادیم؟ اصلا آیا به درد میخوره که ما روی یه چیزی تمرکز بکنیم؟ ذهنی که فقط روی یک چیز تمرکز داشته باشه بابت اینکه بخواد مناظری درون خودش رو متوقف کنه، خودش رو اسیر یک مناظره و نبرد دیگه باز کرده و این ذهن به درد نمیخوره، تراوت نداره، اینوویشن یا بدعت نداره، پیره. ما از هیچ بودن و خالی بودن ذهنمون میترسیم. ذهن مشغول، ذهنی که انرژی ما رو تلف میکنه. میام تصمیم میگیم روی یک چیز تمرکز کنیم، اما باز ذهنمون مشغول همون چیز میشه. نگاه کردن عادی به یک چیز اشغال بی خودی و بیهوده ذهنه. نگاه کردن با دیدن فرق داره. وقتی ما روی چیزی تمرکز میکنیم، یه چیزی فقط نگاه میکنیم، سطحی، از روی شرطی شدگی، از روی عادت قضاوتش میکنیم، ذهن خودمون رو باز مشغول کردیم و وارد یک نبرد جدید شدیم. اینی که وقتی مراقبه میکنم باید ذهنم رو حتما خفه بکنم، بین خفه کردن ذهن و خفه نکردنش یک مبارزه است، یک دوئیت، یک ثنویته که خودش یک نبرده. هر چقدر بیشتر تمرکز کنیم و عمیق‌تر، انگار بیشتر یک خودی رو درست کردیم و به خود، به سلف بها میدیم، به صورت ناخودآگاه، حتی با تمرکز روی یک چیز برای خاموش کردن به ظاهر گفتگو درونی خودمون، باز داریم به سلف و به خود چنگ میندازیم و وابستگی ایجاد میکنیم و باز درگیر یک نبرد بزرگتر میشیم. ما از دل این تمرکز انتظار داریم که به یک جایزه برسیم، عاقبت گرا میشیم، دوست داریم یک ریواردی دریافت بکنیم، یک پرزنتی، یک جایزه دریافت بکنیم، بگیم آفرین چون تمرکز کردیم به این حد رسیدیم. این انتظار رسیدن به یک تجربه جدید خودش مشغولیته، خودش یک دایره ناقصه. اما دیدن چیز دیگریست. ما باید یاد بگیریم وقتی اطلاعات رو جمع میکنیم توی ذهنمون اون رو بلوک نکنیم، نگرش نداریم و نشخارش نکنیم، ردش کنیم، رها کنیم بره. جمع کردن، نگه داشتن و رها کردن، این بخش نگهداری رو بذاریم جریان پیدا بکنه و اون وقتی که اون ذهن یک ذهن فرشه، یک ذهن آزاده و نگاه میکنه و میبینه ورای هر گونه تعریفی، ورای هر گونه ذهنیتی، ورای هر گونه عادتی و دیگه اسیر نبرد نیست، میبینه، اسیر نمیشه، وابسته نمیشه، ذهنی که جمع میکنه اطلاعات رو و در خودش بلوک میکنه و این اطلاعات پینه میبنده و هی با اون اطلاعات بازی میکنه، هی اون رو نشخوار میکنه، ذهن بیماریست، ذهن مشغول، ذهن به درد نخور. اما اون ذهنی که رها میکنه چیز دیگریست. ذهن خودمون رو رها کنیم. وقتی به اشیا نگاه میکنیم جدا از قضاوت کردنشون ببینیمشون، جدا از شرطی شدگی هامون و چیزهایی رو که جامعه برای ما تعریف کرده، اون شیء رو، اون پدیده رو ببینیم، عالم رو ببینیم و حتی ذهنمون رو ببینیم. ذهن دوست داره خودش رو تحلیل بکنه و دوباره وارد یک نبرد دیگه میشه. شما وارد این نبرد نشین. به ذهنتون نگاه نکنید. ذهنتون رو ببینید. و همیشه در لحظه باشید. و لحظه هم که گذشت و لحظه هم که نیست و این هم که رفت، پس فقط در جریان باش و باش. نه به فکر گذشته، نه به فکر آینده. و حتی نه در حال، چون حالی هم نیست. جریان داشته باش. برکت باشه. یکی از مسائلی که ذهن خیلی از شما رو درگیر کرده این استش که چجوری مناظری درونی خودتون رو گفت